سلام، توی این ویدیو میخوایم نحوه استفاده از تابع تکست جوین رو شرح بدیم. کار این تابع این هستش که میاد دو یا چند متن رو به همدیگه وصل میکنه که از همدیگه جدا هستن، ممکنه توی سلول های متفاوت باشن، یک جا در یک سلول در کنار هم قرار میده با استفاده از جدا کننده هایی که ما تعریف میکنیم براش. خب از نظر عملکرد این تابع بسیار شبیه تابع کانکت هست یا همون کانکتینیت که میاد دو تا متن جدا از هم به هم وصل میکنه، حالا بیشتر از دو تا هر تعدادی. تنها تفاوتش اینه که توی تابع تکست جوین ما میتونیم جدا کننده ای هم بین این متن ها تعریف بکنیم. فقط به خاطر داشته باشید که این تابع تنها در نسخه های اکسل 2016 به بعد موجود هست. فرمول این تابع همطور که مشاهده میکنید، اولین گزینش دیلیمیتر هست یا به معنی همون جدا کننده. یعنی چی؟ یعنی متن هایی که در خروجی تابع خواهیم داشت چه جور جدا کننده بینش باشه، حالا هر چیزی که ما تعریف کنیم. دومین مورد یا ورودی فرمول تابع ایگنور امپتی هست. یعنی چی؟ منظورش اینه که آیا سلول های خالی رو هم در نظر بگیره تو خروجی تابع یا نه، به این صورت که اگر این مقدار true یا یک وارد بشه سلول خالی رد میشه، یعنی دیگه توی خروجی مد نظر قرار داده نمیشه. اگر false یا صفر در نظر گرفته بشه وارد بشه، سلول های خالی هم توی خروجی وجود خواهند داشت. و در آخر متن هایی که میخوایم به هم متصل کنیم که متن اول وارد کردنش اجباریه و متن دوم به بعد اختیاریه، حالا هر تعداد متنی که هست. خب بریم سراغ تمرین اول. ما اینجا یک اسم کوچیک و یک اسم بزرگ داریم، احمد مظفری، بخوام اینو وصل کنیم به هم در یک جا تو یک سلول قرار بگیرن. خب از تابع تکست جوین استفاده میکنیم. خب اول جدا کننده است، میخوایم چه جدا کننده بین این دوتا متن باشه. ما در نظر میگیریم خط تیره که باید توی دابل کوتیشن باشه. دومی مورد سلول خالی رد بشه یا نه، اصلا سلول خالی چه نداریم ولی خب ما میزنیم که رد بشه، یک رو میزنیم، یک یا ترو فرق نمیکنه، جفتش یه معنی میده. سومیش خب اولین متنمونه که توی سلول F2 و در آخر سلول F سلول G2. خب میبینید که نتیجه به چه صورت شد، اون خط تیره که گفته بودیم بینش افتاد. حالا شما فرض کنید ما اینجا میخوایم بین این سلول F2 G2 یه سلول خالی هم مثلا وجود داشته باشه، حالا به عنوان مثال سلول F5 که یه سلول خالی هست. اگر ما مقدار ignore empty رو صفر یا همون فالس وارد کنیم اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو تا خط تیره بین این دو متن قرار داده میشه. در واقع داخل این خط تیره ها، یعنی بین این دو تا خط تیره، همون سلول خالی بود که ما درخواست کردیم که سلول های خالی هم توی خروجی باشن. حالا اگه بخوایم نباشن کافیه به جای این صفر یا فالس یک وارد کنیم، میبینیم که اون سلول اضافی دیگه در نظر گرفته نمیشه، به قولی نادیده گرفته میشه. من اینجا هم نوشتم به چه صورت هستش، ترو یا یک سلول خالی رد میشه، فالس یا صفر سلول خالی هم در خروجی وجود داره. خب توی مورد بعدی ما میخوایم یک تاریخ رو به علاوه کلمه تاریخ در یک سلول قرار بدیم. استفاده میکنیم به همون شکل، فاصله بینش میخوایم دو نقطه باشه. خب سلول خالی هم یک میزنیم، یعنی که رد بشه، F3 و GS. خب اینجا میبینیم که تاریخ درست افتاد، کلمه تاریخ، ولی خود اون اعداد تاریخ یه عدد نامفهوم شده، اصلا مربوط به این نمیشه. این به این دلیل هستش که این عددی که شما اینجا میبینید در واقع فرمت تاریخی اکسل هست، یعنی برای اکسل قابل شناسایی هست. برای اینکه به حالت عادی درش بیاریم باید سلولی که یا اون متنی که حاوی عدد تاریخ هست توی فرمول تکست قرار بدیم که تبدیل بشه به تکست که برای ما قابل فهم باشه. خب این عدد تاریخ توی سلول F3 هست، پس ما اینجا توی فرمول F3 رو توی یک تابع تکست قرار میدیم. تکست که قبلا این تابع هم توضیح داده شده روش استفادهش، اولیش که خود F3 هست، فرمتش هم باید براش در نظر بگیریم. من اینجا بیبندم تابع رو که ببینید توش وارد میکنم. فرمت داخل دابل کوتیشن به هر شکلی که میخواید فرمت رو وارد کنید. ما اینجا میزنیم 4 تا Y
که به معنی سال هست، دو تا ام به معنی ماه و دو تا دی به معنی روز و میبندیم. میبینید که اینجا درست شد به هم فرمتی که ما خواستیم هم در اومد، حتی 11/1/2018. مورد بعدی هم که ساعت، برای ساعت هم دقیقا ما باید همین کارو بکنیم، چون ساعت هم مثل تاریخ به یک کد اکسل تبدیل میشه. خب برای این کار همون کار قبلی رو انجام میدیم، تکست جوین، فاصله مون میخوایم که دو نقطه باشه، عدد 1. خب متن اول همون عدد ساعت ما هست، توی فرمول تکست قرارش میدیم، F4 به چه شکل، فرمتی که ما میخوایم فرمتش باشه HH یعنی ساعت، MM یعنی دقیقه. این اولی رو میبندیم و متن دوم که هست G4. اینو که خیلی راحت ساعت رو به اون شکلی که میخواستیم نمایش داد. در آخر هم میخوایم 3 تا سلول رو با هم ترکیب کنیم این بار، ببینیم چی میشه. خب ما تکست جوین رو میزنیم، جدا کننده رو میخوایم اسپیس باشه، پس توی دابل کوتیشن اسپیس میزنیم، عدد 1 یعنی سلول های خالی رد بشه، در نظر گرفته نشه، سلول اول 2 چیه 2 و سلول سوم مثلا تاریخ تولد هست. ببینیم که اسم، نام خانوادگی و تاریخ تولد به اون شکلی که ما میخواستیم کنار هم قرار گرفت با جدا کننده های اسپیس. دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.